جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا و از چهره های تندرو برکنار شد. دونالد ترامپ در پیامی نوشته که به آقای بولتون گفته دیگر به او نیازی ندارد و با او اختلاف نظری جدی دارد. آقای بولتون یکی از سرسخت ترین دشمنان جمهوری اسلامی ایران به حساب می آید و رابطه نزدیکی با سازمان مجاهدین خلق دارد. در هفته‌های اخیر از اختلاف نظر میان رئیس جمهوری آمریکا و جان بولتون بسیار گفته می‌شد، خصوصا بر سر مسائلی مثل سیاست آمریکا در امور ایران و افغانستان. حذف جان بولتون از حلقه تصمیم گیران کاخ سفید سیاست خارجی آمریکا را به کدام طرف می‌برد؟ می‌ریم به واشنگتن و به کامبیز فتایی همکارم که از واشنگتن با ماست. کامبیز، آقای بولتون استعفا کرد یا اینکه برکنار شد؟ خب خودش میگه که استعفا داده، شب گذشته در دیداری با آقای ترامپ استعفا داده و به او گفته شده که فردا حالا در مورد این قضیه صحبت میکنیم. منتها روایت آقای ترامپ متفاوت هست. آقای ترامپ میگه که از بولتون خواسته که استعفا بده و بعد از این بوده که اون رو کنار گذاشته و گفته که دیگر به خدمات او و توصیه‌های او احتیاجی نداره. ولی به هر حال حالا یا استعفا داده یا مجبور به استعفا شده، یا به هر حال خبر خیلی ناگهانی بود، اخراج یا استعفای شاید اجباری خیلی غافلگیرانه در شبکه توییتر توسط خود رئیس جمهوری آمریکا اعلام شد. و به هر حال فراموش نکنیم جان بولتون یکی از چهره‌های بسیار محافظه‌کار هست در محافل، میشه گفت شاید لیبرال، چهره منفور به حساب میاد در محافل به شدت محافظه‌کار، یک چهره بسیار محبوب هست و یک شخصی هست که جنجالی هست و بعد از حدود یک سال و نیم تبدیل شد به سومین مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا که برکنار شده و به در واقع به اون جمع گروهی از مقامات بسیار زیادی پیوسته که آقای ترامپ تا به حال به دلایل مختلف کنار گذاشته. به هر حال این رو هم باید اضافه بکنم، این اخراج در شرایطی صورت نمیگیره که آقای بولتون در اوج قدرت بوده باشه. در تابستان امسال به بعد اخبار بسیار زیادی منتشر شد، گزارش ها می اومد که اینها اختلاف داشتند و موقعیت آقای بولتون در دولت به نسبت تضعیف شده بود، به خصوص بعد از اینکه ماجرای ونزوئلا به جایی نرسید، جایی که آقای بولتون میشه گفت که هدایت و سرپرستی دولت اینجا رو بر عهده داشت که میگفتند رئیس جمهوری ونزوئلا آقای مادورو باید برود، میگفتند تمام گزینه‌ها روی میز هست و یک کمپین بسیار بزرگی را انداخت خود آقای بولتون که به جایی نرسید، رئیس جمهور ونزوئلا بر سر قدرت موند. به نظر میاد بعد از اون حادثه و با توجه به اینکه اختلافاتی که بر سر تعامل با کره شمالی داشتن و همینطور در مورد ایران و افغانستان، همین الان مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا هم داره صحبت میکنه، اجازه بده که صحبت‌های آقای پومپئو رو بشنویم بعد به تو برمیگردیم. این داعش در آسیا و داعش در آفریقا و تی تی پی در پاکستان، همچنین ما افراد دیگری و مثلا مثل گروه های جهادی و القاعده در سوریه رو به این لیست فهرست تروریست ها اضافه می کنیم. در واقع این فرمان اجرایی پرزیدنت ترامپ یک ماهیچه جدید، یک عضله جدیدی به قدرت ما بر علیه تروریست‌ها اضافه می‌کنه. تا اطمینان حاصل کنیم اتفاقی که 18 سال پیش در این هفته رخ دادن هرگز در خاک آمریکا تکرار نخواهند شد، هرگز. الان میتونیم چند سوال داشته باشیم از شما. بله بفرمایید. آیا جان بولتون اخراج شد یا اینکه خودش استعفا کرد؟ خب دیشب پرزیدنت از آقای بولتون خواست که او استعفا کنه و این استعفا رو امروز دریافت کرد. در چه مورد اختلاف نظر داشتن؟ خانم شما بفرمایید. آیا به خاطر اختلاف نظرشون بود؟ من اون رو به خود پرزیدنت محول میکنم که تصمیمش رو توضیح بده، اما اینو به شما میگم. پرزیدنت حق داره که تیم خودش رو انتخاب کنه در هر لحظه‌ای و این افرادی که مشخصا مستقیم با او کار میکنن، او باید کسانی داشته باشه که برای اونها ارزش قائله و به اونها اعتماد داره و قضاوت اونها کمک میکنه به او در سیاست گذاری. و همینطور که من و همکارم اینجا چنین خواهیم کرد، بنابراین کاملا محق بوده پرزیدنت که چنین کنه. آیا شما میتونید رابطه کاری خودتون با جان بولتون رو توصیف کنید چطور بود؟ و همچنین آیا این تحول جدید برای شما کارتون رو آسان‌تر میکنه در داخل دولت آمریکا در رابطه با سیاست خارجی پرزیدنت ترامپ؟
من الان نمیتونم در این باره بیشتر بگم. ما در موارد زیادی خب با آقای بولتون اختلاف نظر داشتیم، ولی خب این طبیعیه در مورد خیلی کسانی که من باشون تعامل داشتم. هدف من همیشه اینه که من به عنوان وزیر خارجه دیپلماسی آمریکا رو پیش ببرم، با یک تیم کار کنم، حالا چه وزارت خزانه داری، وزارت دارایی باشه یا دیگر اعضای تیم پرزیدنت ترامپ. بنابراین من فکر می‌کنم که خیلی‌ها در این باره صحبت کردن و صحبت خواهند کرد. طبیعتاً همه می‌دونیم که من و آقای بولتون اختلاف نظرهایی داشتیم با هم. حالا که جان بولتون از تصویر خارج شده، آیا ممکنه که یک رویکرد کمتر خصمانه‌ای در قبال ایران داشته باشیم؟ من فکر می‌کنم که آقای پومپئو و من و پرزیدنت کاملاً همسو هستیم در زمینه فشار وارد کردن بر ایران و فشارهای بیشتری از بر ایران نسبت به هر کس دیگه‌ای وارد کردیم. بنابراین پرزیدنت خیلی روشن گفته که او حاضره که با اونها صحبت کنه بدون هیچ پیش شرطی، ولی حداکثر فشار رو به اونها وارد خواهد کرد. آیا میتونید پیش بینی کنید واقعا یک ملاقاتی بین پرزیدنت ترامپ و رهبران ایران رو؟ بله. آیا پرزیدنت ترامپ از این گزینه حمایت خواهد کرد؟ پرزیدنت ترامپ خیلی روشن گفته که میخواد با اونها صحبت کنه، ملاقات کنه بدون هیچ پیش شرطی. آقای بولتون پیشتر قرار بود که اینجا باشه در این ملاقات امروز، و آیا شما اطلاع داشتید که ایشون قرار نبود دیگر در تیم باشه؟ امروز قرار بود که دیگه از تیم خارج شده باشه؟ من هیچ وقت تعجب نمی کنم از هیچ چیزی و نمیخوام فقط بگم درباره این موضوع. فکر میکنم که همکار من آقای وزیر هم اینجا چنین چیز رو خواهد گفت. ما خیلی نزدیک کار میکنیم با پرزیدنت ترامپ و خیلی درک خوبی داریم و در تمام مواقع تقریبا اینطوره. مأموریت ما این نیست که راجع به این قضیه صحبت کنیم. من میدونم که شما خیلی کنجکاو هستین، ولی وظیفه ما چیز دیگری است. ما باید درباره چیزایی که برای سیاست خارجی آمریکا مهمه صحبت کنیم. من میدونم که کسانی که میدونن باید وارد مسائل داخلی دولت نشن، ولی آقای وزیر، آقای پومپئو، در مورد سوریه شما گزارش های دریافت شده از اردوگاه پناهجوها در پناهنده ها آواره ها در سوریه، و ما دیدیم که بچه هایی هستند که دور پرچم های داعش دارن میرقصن. آیا این اردوگاه های آواره ها در سوریه دارن تبدیل میشن به اردوگاه آموزشی برای تروریست های آینده؟ بله، همین الان تصاویر زنده رو از کاخ سفید می‌بینید که خبرنگارها هم وزیر امور خارجه و همینطور وزیر دارایی آمریکا رو سوال پیچ کردن. با تحول جدید کامبیز جایگزین آقای بولتون چه کسی خواهد بود؟ هنوز مشخص نیست، منتها چیزی که الان موقت به عنوان کفیل منصوب شده چارلز کوپرمن، معاون خود آقای بولتون هست که موقتا این پست رو سرپرستی خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفته که هفته آینده شخصی رو منصوب خواهد کرد. حالا این شخص که خواهد بود هنوز مشخص نیست، شاید از اسم یا اسامی در روزهای آینده بیرون بیاد. به هر حال هر کسی هم که بخواد منصوب بشه باید حرف شنوی داشته باشه از آقای ترامپ. آقای ترامپ کسی نیست که بخواد اجازه بده که کسی بخواد سکان سیاست خارجی او رو در دست بگیره یا اینکه بخواد بیش از اندازه او رو به چالش بکشه. این انعطاف بد داشته باشه و در غیر این صورت شاید به سرنوشت آقای بولتون مواجه بشه، که الان خود کاخ سفید داره میگه اختلاف فقط یک مورد نبوده، در موارد مختلف اینها ایراد داشتن. خود آقای بولتون هم در این فاصله به چند خبرنگار در رسانه‌های خارجی، در رسانه آمریکایی البته، حتی تکست داده به اونها، گفته که برخلاف آنچه گفته میشه او استعفا داده، او رو مجبور به استعفا نکردن، بلکه گام اول رو او برداشته و گفته در زمان مختزی روایت خودش رو اعلام خواهد کرد. ممنونم از همکارم کامبیز فتاحی در واشنگتن با ما. و بعد اشاره بکنم که کنفرانس خبری در کاخ سفید هم همچنان ادامه داره. ما اینجا دو مهمان داریم، دامون گلریز پژوهشگر صلح بین الملل و مدرس مدرسه عالی لاهه از همین شهر با ما، و همینطور آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از نیویورک با ما. اجازه بدید سوال اول رو از آقای آرامش بپرسم. نزدیکتر هستند به تحولات از نظر جغرافیایی دست کم. آقای آرامش، چطور شد که کار به اینجا رسید بین دونالد ترامپ و جان بولتون؟
در لحاظ جغرافیایی که من نزدیکتر به امروز از امروز از واشنگتن خدمتتون میرسم، عرض کنم که اختلاف بین آقای بولتون و آقای ترامپ اختلاف جدیدی نبود. و آقای بولتون یکی از عناصر تندروتر کابینه ایشان بود، وزیر نبود، مشاور امنیت ملی است، ولی خب در بسیاری از چیزهای به قول معروف سیاست خارجی رده اولشون شرکت میکرد و یکی از چهرهای تندروتر بود، یعنی از لحاظ سیاستش و ایدولوژیش از سابقا بر این بود. موقعی که ایشون سفیر ایالات متحده بود در سازمان ملل متحد، موقعی که مشاور آقای پرزیدنت جورج بوش 43 بود و کلن رفت یک منش رو اون دیدگاه سیاسی که داره به مسائل دیدگاهی که داره مسائل سیاست خارجه بیشتر به موضعی برمیگرده که علاقمند از عضلات نظامی ایالات متحده استفاده بکنه. البته افراد دیگه هم هستن در کاخ سپید و در این دولت که مایل هستن با از اون قوه قهریه ایالات متحده بیشتر استفاده بکنن، ولی این درجهش بالا پایین داره. نکته آخرم این که بالاخره بغیر از اختلاف نظر، خود آقای بولتون آدم به یک شخصیت تندی دارد، یعنی اونایی که باهاش کار کردنشون سالهای سال وکیل بوده، بهش آف کانسل در یک بنگاه حقوقی بسیار بزرگی به اسم کرکلند اند الیس، سالهای سال در جای مختلف درس خونه، دوست داشت از هم دانشگاهیاش و غیره، کلا نمقداری هم برخورد تند داره. من فکر میکنم بغیر از اختلاف نظر سر مسائل مختلف از جمله کره، روسیه و خاورمیانه از جمله ایران، اختلاف شخصیتی هم بوده. آقای ترامپ اگر صدایی در کاخ سفید از خودش بلندتر باشه معمولا بر نمیتابه، ولی این که ایشون هنوز جانشین رو انتخاب نکرده مقداری سوال برانگیزه. معمولا جانشین رو انتخاب میکنن موقعی که خانم رایس شد وزیر خارجه، کاندلیز رایس معاونش استیون هردلی شد وزیر، شد مشاور امنیت ملی، و همینطور در دولت آقای ترامپ آقای اوباما، همینطور جیم جونز که رفت، دنیس مکدانالد سریع آمد جای او رو گرفت. در دولت آقای ترامپ دارن دیدیم که اول 21 روز سپهبد فلین بود که او به خاطر رابطش با روس‌ها اخراج شد، بعد سپهبد مکمستر آمد که خب با وجودی که در یونیفرم هم بود یونیفرمش رو در آورد، خدمت کرد، خیلی هم صادقانه و خوب خدمت کرد و او هم عملا استعفا داد، ولی خب معلوم بود که دیگه نمیتونه اونجا کار بکنه. و الان مشاور امنیت ملی سوم هست و جایگاه مشاور امنیت ملی خیلی مهمه. شما در نظر داشته باشید که مشاور امنیت ملی در کاخ سفید دفتر داره، نزدیک به رئیس جمهوره، خیلی بیشتر با رئیس جمهور رایزنی و دیدار روزانه داره تا وزیر خارجه یا وزیر دفاع یا وزیر خزانه داری. دفتر مشاور امنیت ملی توی همون بال غربی خود کاخ سفید هست و عملا مثل این میمونه که در کاخ سفید یک حالت مثلا عرضم به حضور شما وزارت خارجه داشته باشه. اگه بخوام تشبیه مستقیم بکنم میگم مثلا مشاور ارشد خارجی آقا در بیت رهبری. خب آقای گلریز، اختلاف دونالد ترامپ و جان بولتون بر سر مسائل ایران از پرده بیرون افتاده بود، ولی وقتی نگاه این دوتا رو نگاه میکنیم به مسئله ایران، بررسی میکنیم چی باعث شده بود که اونها با هم مشکل پیدا بکنند؟ درود بر شما آقای آرامش، بینندگان، و نخست اجازه بدید که من از مرگ دختر آبی که واقعا باعث تأسف ما ایرانی ها هستش اینجا تسلیت بگم به خانواده این دختر عزیز و همچنین تمام ایرانیان. ببینید، موضوع استعفا یا برکناری آقای بولتون به نظر من، حداقل برای من، خیلی تعجب آور نبود، برعکس نگاهی که رسانه ها دارند. آقای بولتون در جایگاهی که بودن بسیار موفق عمل کردن. میدونید الان درجه صادرات ایران به اروپا 93% تا 6 ماه اول امسال 2019 کاهش داشته، صادرات نفت ایران بیش از 80% کاهش داشته، ائتلاف دریایی در تنگه هرمز که یکی از پیشنهادات آقای بولتون بوده موفقیت آمیز داره جلو میره، حملات روزانه اسرائیل که بدون هماهنگی با بولتون به خاطر سفرش به اورشلیم نبود هر روز داره اتفاق میفته، و جمهوری اسلامی در موضع خیلی سختری هست. در این حال آقای ترامپ بنا به گفته های مقامات ایران بیش از 10 بار، حتی 18 بار من شنیدم، تقاضای دیدار، گفتگو، حتی دیدار با ظریف در دفتر آقای ترامپ دادن که اتفاقا نزدیک به دفتر آقای بولتون، یا حداقل نزدیک بود به دفتر آقای بولتون. از این جهت آقای بولتون نقش خودش رو گذاشت و من فکر میکنم الان با چشم‌اندازی که ما روبرو هستیم برای انتخابات 2020،
ترامپ با این کار سعی داره میکنه که یک چهره ای رو از خودش نشون بده، یک برندی رو از خودش نشون بده که این برند عملا تمام نقاط منفی سیاست فشار حداکثری نسبت به ایران یا حتی سیاست های دیگه ای رو که مورد اختلاف نظر با پومپئو بود، اینها رو بخش منفیش رو عملا ببره به سمت بولتون و کنار رفتن با بولتون و از خودش یک چهره صلح طلب، حتی دیپلماتیک تر و همسوتر با سیاست های مایک پومپئو در آینده پیش ببره. و از این جهت اتفاقا روزهای سختری رو برای جمهوری اسلامی من میبینم و فکر میکنم که با رفتن بولتون جمهوری اسلامی میدونست که کی رو از دست میده، ولی با اومدن شخص دیگه ای نمیدونیم که چه کسی خواهد اومد و آیا سیاستهاش سختتر و مشاورهاش سختتر خواهد بود برای تهران. آقای آرامش، شما هم قربانی کردن یک چهره موفق به خاطر هدفهای انتخاباتی میبینید قضیه رو اونطور که آقای گلریز اشاره کردند؟ نه، من معمولا مگر اینکه کشور داخل جنگ باشه اکثر اوقات مردم رأیشون رو بر اساس سیاست خارجی نمیدن. اگر شما از خلق الله اینجا سوال بکنید از در مورد برنامه هسته ایران چه فکر میکنند، خلق الله میگن برنامه هسته کجا؟ نه، من خیلی بعید میدونم. البته موقعی که جنگ عراق باشه چرا؟ جنگ افغانستان باشه بین سال 2001 تا 2008 تاثیرگذار بود شدید توی انتخابات. جنگ ویتنام بعد تاثیرگذار بود. معمولا نه، اقتصادم الان چون اقتصاد بهتر شده و آقای ترامپ هم از لحاظ داخلی دست بالا رو داره، حالا چه دوست داشته باشیم که نداشته باشیم، بالاخره حقیقتیه دیگه. من بعید میدونم که ایشون رو به نظر من مشاور امنیت ملی، که بازم میگم اگر شما از جمع اکثریت رأی دهندگان بپرسید بعد از رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور ممکنه بتونن وزیر خارجه رو اسپاره، ولی که مشاور امنیت ملی اونم مثل کس مثلا جان بولتن رو تاثیر بذاره، خیلی بعید میدونم که تاثیر بذاره توی آرای به خصوص رأی دهندگانی که مثلا میخوان فکر کنن حالا با آقای ترامپ رأی بدم یا ندم. نکته دوم هم این هستش که این که چه کسی خواهد آمد بعد از آقای بولتن سوال خیلی مهم است. اما از اون طرف میشه اگر بخواد کسی حالت شرط بندی بکند بر اساس آمار و ارقام، سخت پیدا میشه در رجل سیاسی، در بین رجال سیاسی ایالات متحده به خصوص در سیاست خارجی، کسی که هم اون کردنشال ها و اون رزومه ثابت و بلند پاله مثل آقای بولتون داشته باشه و همینقدرم تندرو باشه. به خاطر همین حالا شما میتونید یکی رو بیارید به این تندرویی، ولی هم از لحاظ سابقه کاری، تحصیلاتش و غیر ازاله خیلی ازشون پایین رتبه تر خواهد بود. از اون طرف کسانی که هم قطار و هم رده ایشون هستن به این تندی نیستن. خود آقای پامپو خیلی سر سازشی با جمهوری اسلامی ندارد، خیر، ولی باز منش و رفتارش با در مورد ارتباط جمهوری اسلامی با آقای بولتون یه مقداری فرق میکنه. و نکته آخر، خیلی من فکر میکنم به غیر از قضیه سیاست گذاری و اختلافات سیاسی، قضیه شخصی هم بوده. یعنی میگم شما نمیتونید در کاخ سفید به خصوص روی این رئیس جمهور داد بزنید. حالا ببینیم در آینده چه اخبار و چه گزارشهای خواهد ماند. شما نمیتونید به خصوص این رئیس جمهور رو در جلوی مشاورین دیگه‌اش نقد بکنید و انتقاد بکنید و بهش بگید کار احساس، بهش احساس رو بدید که آقای ترامپ نمیفهمه یا بلد نیست. در خفا، در خصوصا در محفل خصوصی یک چیز جدا در با خودتون و ایشون تنها. اما گزارش هایم بود که بارها در میتینگ های در کاخ سفید، در ملاقات های در کاخ سفید، حتی در گروه های 3-4-5 نفره به ارشد، ایشون دلخور بوده از اینکه آقای بولتون طوری صحبت میکنه که انگار رئیس جمهور نفهم است، نمیداند یا نمیداند چی کار میکند و دارد به او درس میدهد. غیر از حالا مراودات و معاملاتی که در کاخ سفید هست در عرصه سیاست داخلی آمریکاست، آقای گلریز، محمد بن سلمان در عربستان سعودی و بنیامین نتانیاهو در اسرائیل، اینها به نظر میاد که یک متحد با ارزش رو در کاخ سفید از دست دادن، اینطور فکر نمی کنید؟ این روایت آقای ظریف است که شما مطرح می کنید. من سیاست رو و فکر می کنم اکثر کشورها سیاست رو به این شکل نمی بینن که آقای ظریف می بینه که یک تیم بی هست، بولتون، بن سلمان، بیبی نتانیاهو و بن زاید، که اینها همه دشمنان ما هستند و این دشمنان عملا به دنبال این هستند که با ما بجنگند. و سیاست رو من از نگاه راهبردی نگاه میکنم، از نگاه واقعی روی زمین نگاه میکنم و فکر میکنم که آقای بولتون در کارشون حداقل تا امروز، تا دیروز موفق بودن برای پیشبرد سیاست‌های کلی و ریل‌گذاری‌های کلی ترامپ در این دو سال گذشته. چون
بذارید واقعیت ها رو ببینیم. آیا در این دو سال گذشته در نگاه راهبردی تفاوتی در این سیاست ها به جز همین دعواهای روزانه و توییتر و از این جور داستان ها آیا اتفاقی افتاده؟ همونجوری که عرض کردم خدمتتون، فروش نفت ایران، ائتلاف های سیاسی، همه اینا نشون دهنده اینه که سیاست به صورت راهبردی در حال ادامه پیدا کردن هست و با روایت های بی تیم و اینجور داستان ها نمیشه گفتش که این پروسه دیف سالاری که من اسمش رو گذاشتم بولتونیفیکیشن، عملا که از این طریق بولتون رو به صورت یک دیو درست بکنن و این دیو رو بخوان یک دیو جنگ جو نشون بدن و از این طریق بخوام بگن که همه تقصیر بولتونه. خب ترامپ هم بولتون رو میذاره کنار و از الان میگه خب بولتون هم که رفت کنار و حالا چرا پس بازم نمیاد مذاکره بکنیم با هم؟ میدونید الان بحث اصلی و من فکر میکنم چالش اصلی در تهران اینه که خب از این به بعد ظریف میخواد چی توییت بزنه و چه روایتی رو میخواد به نکته خیلی جالب اشاره کردید آقای گلریز، آقای آرامش، آیا این میتونه یک سیگنال به ایران باشه، یک پیام به ایران باشه که اگر قصد گفتگو دارید شاید وقتشه؟ بله میتونه باشه. ببینید باز من نکته رو عرض کردم، داشتم الان فکر میکردم که نکته که عرض کردم کاملا دقیق بود یا نه. گفتم با رزومه آقای بولتون باید کمتر کسی به این تون روی پیدا میشه، ولی داشتم فکر میکردم نه، مشاور امنیت ملی اول خود آقای ترامپ سپهبد فلین، تیمسار سه ستاره سپهبد بود، رئیس سازمان اطلاعات ارتش بود، دی آی ای دیفنس اینتلیجنس ایجنسی، یکی از بهترین افسرهای امنیتی نسل خودش بود، با مکریستال کار میکرد، با پتریس کار میکرد، 21 روزم بیشتر دوام نیاورد، ولی یادم روز 17-16 بود که آمد در کاخ سفید و گفت ایران رو ما الان بهش داریم اخطار میدیم، یعنی گفت I put Iran on notice، اخطار دارم میدم به ایران غیر ظالم. البته خب عمر کاریش دوام نیاورد، ایشون از کار برکنار شد. اما این که برکنار کردن شخصی که خب حالا به هر دلیلی جمهوری اسلامی او رو تندرو میبینه یا واسه خطر میبینه، میتونه یک سیگنالی باشه، یک پیغامی باشه، یک چراغ سبزی باشه. ولی در مجموع هم در نظر داشته باشید به ضرب مسئله است که میگن دو نفر میخواد که آدم بتونه برخصه. شما حالا جمهوری اسلامی مثلا میخوام آقای ترامپ بتونه بولتون رو برکنار بکنه، بی کسی دیگری بیاره. بارها هم گفته که میخواد بشینه سر میز مذاکره با جمهوری اسلامی. خب درسته فشارها هم تا اینا نشینه سر میز مذاکره کم نمیکنه، ولی از اون طرف جمهوری اسلامی به خصوص ماهیت و اون هویت جمهوری اسلامی که گره خورده با ضد آمریکایی بودن و ضد اسرائیل بودن و به خصوص شعارهای مرگ بر آمریکا، اون 50% قضیه است که به قول معروف لنگه، که اونها هستن. آقای ظریف اینها هم نیستن، آقای ظریف اینها در حد دستن خب. ولی اون که رأس نظام که رهبر هست که میگوید مذاکره سمه، من بعید میدونم که حتی با این چراغ سبز ها هم فعلا در آینده نزدیک به صورت خیلی خیلی عالی رتبه دو طرف بشینن سر میز مذاکره. و در نهایت خیلی کوتاه، وقت زیاد نداریم، آقای گلریز فکر میکنید که از نظر شما موقعیت فراهمتر شده باشه برای آغاز گفتگو بین ایران و آمریکا؟ کوتاه لطفا. در حال حاضر خیر، چون اراده کافی از طرف تهران وجود نداره، ولی بزرگترین کاری که آقای بولتون انجام دادن با اسرائیل این بود که از میدونید سهه گذاشتن روی دروغگویی و روی اینی که الان در حال حاضر آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به دنبال این هست که نشون بده ایران باید دقیق، کامل و سر وقت بگه که این اورانیوم هایی که پیدا کردن در یک قالی فروشی عملاً از کجا اومده. و میگم با اینجور مسائل فکر نمی کنم که سیاست فشار حد اکثری و قدرتگیری که در آینده پومپو خواهد داشت در کاخ سفید بخواد تغییری در معادلات بده تا وقتی ما در تهران اراده کافی برای حل اختلاف با آمریکا رو نبینیم. بسیار ممنونم از دامون گلریز، پژوهشگر صلح بین الملل و مدرس مدرسه عالی لاهه از همین شهر با ما، و همینطور آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن